سلام به بربچ دلنگیز دانستانی روز. ببخشید وسط خرس دادن و شکلات دادن تو مزاحم میشیم، ولی اومدیم تاریخچه ولنتاین رو براتون توضیح بدیم که ببینید این خرسای کوچولویی که از اون خرسای گنده میگیرین دلیلش چی و از کجا اومد. 200 سال پیش قدرتمندترین و خشنترین ارتش دنیا واس رومیا بود. اونا اینقدر قوی بودن که دیگه کم کم داشتن کل دنیا رو فتح میکردن، ولی زندگی برای سربازای بدبختش خیلی سخت. امپراتور روم برای اینکه روی سربازای خشن بمونه و تو فاز عشق عاشقی نرن یه قانونی گذاشت که هیچ سربازی حق ازدواج نداره. تو اون زمان یه کشیشی بود به اسم آقای ولنتاین که اومد گفت هر دختر و پسری که عاشق هم شدن میتونن بیان یواشکی خیلی سوسکی تو کلیسا و من اونا رو به عقد هم در میارم. از اونجایی که این کار خلاف قانون بود خیلی یواشکی این حرکت رو انجام میدادن، تا اینکه بعد از یه مدت یه سری دوستان عزیزی که خیلی عنایت دارن به بقیه و ما بهشون میگیم خودشیرین، رفتن حاج آقا ولنتاین رو لو دادن. امپراتور به ولنتاین گفت به یکی غلط کردی که سربازای منو بی اجازه زن میدی، مگه شرعت؟ بعدش هم بنده خدا رو انداخت زندان تا اینکه آب خنک میل کنه و بعدم اعدامش کرد. توی این مدتی که ولنتاین زندانی بود، دختر زندانبان که نابینا بود مسئولیت اینو داشت که براش غذا ببره. اونا هر روز کلی با هم صحبت میکردن تا اینکه بالاخره عاشق هم دیگه شدن. یه روز حاجیمون ولنتاین دستشو کشید به چشای دختره که نابینا، یهو دختره در حالی که کرکوپرش ریخته بود گفت دارم همه جا رو میبینم، یعنی معجزه عشق میگن ایشونه، نابینا رو بینا میکنه حتی. خلاصه سرتون درد نیارم، روز 14 فوریه روزی بود که میخواستم ولنتاین رو اعدام کنم. اون بنده خدا هم شب قبلش آخرین نامش رو برای دختره نوشت و روش نوشت از طرف ولنتاینه. به جای امضا هم دو سه تا قلب کشید. از اونجا به بعد 14 فوریه به عنوان روز عشق یا همون ولنتاین شناخته شده و عاشقا تو این روز برای هم دیگه نامه های قربونت برم و فدات بشم و اینجور چیزا می‌نویسن و به هم کادو مادو میدن. بله، خلاصه که داستانش اینه. حالا میرید کادوهاشون رو میگیرید بدون حداقل از کجا اومده. لایک و فالو هم فراموش نشه. تا ویدیو بعد، خداحافظ.